سلام، صبح بخیر. اینجا دربند، بریم این بالا. واقعا امروز معلوم نیست قراره تو این سری، واقعا دیگه معلوم نیست تا کجا میخوایم بریم، ببینیم که چی میشه. خب ما ساعت 6 شروع کردیم و دقیقا بعد از 2 ساعت رسیدیم به شیرپلا. هوا خیلی داره گرم میشه، احتمال داره امروز یه خورده بادم داشته باشیم. شیرپلا هستش، قصد داریم مسیر شیرپلا به طرف قله توچال رو بریم، ولی از مسیر چشم نرگس و یال چارپالون با اینکه الان خوردار هستیم خیلی سرسبز و پر آب هستش، امیدواریم که خود چشمه هم آب داشته باشه، ولی خب خیلی متفاوت هستش از مسیر امیری. حداقل اینجا که تو ارتفاع کمتر هستیم خیلی سرسبز و خوب هستش، چون همه گم خالی. ساعت 12 صبح، ارتفاع 3000، در مسیر قله توچال. واقعا این مسیر بی نظیره، احساس میکنم با امیری ما خیلی سوخت دادیم، خیلی سوخت دادیم از این مسیر نیومدیم. مسیر دو سه تا دست به سنگ داشت، دست به سنگ های خوبی هم بود، یه پاکو ریزی هم داره، ولی ما با جی پی اس اومدیم. ولی خب واقعا آب بسیار خنک، سرسبز، عالیه. اینجا یه مسیر که عالیه. آبشارهای زیبا، ما الان دقیقا زیر پناهگاه امیری هستیم. بله، بالاخره جان پناه امیری مشخص شد، اون جان پناه سنگی هم مشخصه، قله از اینجا معلوم نیست. این بالا یاله چهار قله زیبای تهران و پناهگاه شیرپلا، و این هم چشم نرگس. بالاخره رسیدیم، چشمه بسیار زیبا، منظره بسیار خوب، امیری، یال چارپالون. ارتفاع 3371، منظره زیبای تهران، قله فرعی کلکشار، قله اصلی کلکشار، گردنه پیازشار، پیازشار، لوزون ها و افراد روی خط و رس هستن، یال چارپالون، سنگچینی که توی مسیر میبینید و اون طرف ایستگاه 5 مشخص شده، امیری مشخصه و البته قله زیبای توچال. این مسیر فوق‌العاده ویوه بی‌نظیری داره و بعد از چشم نرگس خب طبیعت زیبایی داشت، رودخونه داشت، فوق‌العاده بود. وقتی داریم میایم رویا واقعا ویوی بی نظیری داره، واقعا بی نظیره، خیلی زیباست. بعد از 11 ساعت و 40 دقیقه پیمایش طولانی، طاقت فرسا و بسیار زیبا از یال چارپالون، الان روی یال هستیم و روبرو قله توچال هستش. من حقیقتش خودم فکر نمی کردم که اینقدر خوب بتونیم تا اینجا بیایم، درست طولانی بوده ولی راضی بودم، جای همگی خالی. خب و این هم قدم های پایانی به سمت قله زیبای توچال. خیلی وقت بود
واقعا خیلی کیفیت خدا رو شکر. ساعت 5:45 بعد از ظهر آخرین تلکابی دیگه داشتن سوار شدیم. خب یه سوچه زمین نه